به هر کس در اومد زیر ذره بین دارم و برای هر روزش پاسخی دارم و توضیح. به خاطر این هست هموطنان گرامی که من از شاهنشاهی ایران سخن میگم، زیرا که نمیخوام تمرکزی هیچ جا، هیچ تمرکز قدرتی هیچ جای این سرزمین به وجود بیاد. اگر کشور ایران، اگر شاهنشاهی داریوش بزرگ به شیوه شاهنشاهی اداره شده بود، ما با این مشکلات روبرو نبودیم هموطنان گرامی. اگر پادشاه ما، پادشاه پارت، پادشاه آذربایجان بود، اگر پادشاه ارمنستان، تاجیکستان و دیگر استانهای ایران بودند هموطنان گرامی، به راستی ما با اسکندر روبرو نمی شدیم. من با دکتر اعتمادی گرامی سخن می گفتم و مطلبی رو ایشون گفتن در ارتباط نخلون که باید سربازان و در واقع کارگزاران دولت، اگر یادم باشد، از نجیب زادگان باشد. یا یکی رو ایشون گفتن و دومی رو من به خاطر نمیارم، برای اینکه بحث به درازا کشید. ما حدود 3 ساعت سخن میگفتیم روی تلفن و باید که سربازان از نجیب زاده ها باشد. و چه نجیب زاده‌ای بالاتر از پادشاه یک مردم هموطنان گرامی؟ اگر پادشاه کردستان می بود یا پادشاه آذربایجان، همون جلوی راه، همون در گام نخست، یقه این به قول معروف گجستک ملعون نادرست منحرف بی‌خرد انتقامجو گرفته نمی شد. حالا خوبه فردوسیه گرامی یه جا میگه این بچه به قول معروف، این بچه ناخلط نجس، خود فردوسی میگه این بچه یکی از پادشاهان هخامنشیه که نصف شب بلند میشه، مادر ایشون اسمش رو البته ناهید گذاشته، ناهید دهنش رو گند میده و یه دکتری میاره و این دکتر هم یه دارویی بهش میده که کام این در واقع این زن رو میسوزونه و بوی نجس دهانش نمیره، سوار به قول معروف عرابه میکنتش، پخت فیلغوس، فیلغوس همون فیلیپوس یا فیلیپ یا هر زهرمار دیگری که پادشاه یونان هر به قول معروف نجاستی که هست پختش میده و فیلغوس میگن که میگه برای من ننگ هست که من بگم که پادشاه ایران بحث کرد از دختر من، صداشو در نمیاره، میگم که میگه من پدرشم، اینم من قیصرم، اینم پسر من. حالا ما به این داستان کاری نداریم، بهتره که این نجاست ایرانی نباشه و از تخمه پادشاهان ما نباشه، به قول معروف از هر جهنمی که اومد و جهان رو با مشکل روبرو کرد و براستی سیر تکامل رو، سیر خرد رو، سیر دانش رو اسکندر گجستک منحرف کرد. اگر هوست فتر میاد و نقطه پایانی بر بردگی انسان میذاره، نادرست بی خرده نادانی ماننده اسکندر میاد و نقطه پایانی بر ارزش‌های انسانی میذاره. من اینا رو توضیح دادم. داستان مطلبی رو که داستان اون کسی که دم کلیسا نشسته بود، اون زنی که دم اون معبد نشسته بود و گریه میکرد،
سر بینا بودن فرزندش برای شما هموطنان گرامی گفتم اگر خواستید بگردید پیدا خواهید کرد که ارزش‌های انسانی و ایرانی چی هست و ارزش‌های یونانی چه هست. چه شد در ایران؟ اسکندر چه کرد براستی؟ روزی که این مرد وارده که چگونه من نام این رو مرد بذارم حالا هرچه به قول سلیخان زن دیگه یارب ستدی مرک ز دست چومنی تاریخ تکرار میشه یارب ستدی مرک ز دست چومنی دادی به مخنفی نه مردی نه زنی از گردش روزگار معلومم شد پیش تو که دف زنی که شمشیر زنی راستی هم همینطور هست. آفریدگار جهان کاری نداره به این مسائل. اگر جانب خرد رو و جانب دانش رو انتخاب کردی، اگر جانب راستی و نیکی رو انتخاب کردی، بارها گفتم تاریخ داره نوشته میشه. کسانی که نعل وارو نمیزنید، ملت ایران رو گمراه کردید، جهت مبارزه رو منحرف کردید، به خاطر مزدی که میگیرید یا به خاطر در واقع امرار معاش، هرچه برای من تفاوت نداره، برای ملت ایران، برای در بدرهای این سرزمین راستی تفاوتی نمی کنه که چه نیتی هست. قبول مسئولیت کردید بدون داشتن لیاقت و دارید خیانت می کنید و نام شما راستی به عنوان خائن در تاریخ این سرزمین ثبت میشه و ثبت شده و این تاریخ داره روزانه نوشته میشه. فکر نکنید اگر به قول معروف جمعی در لس آنجلس و دیگر به قول معروف رادیو تلویزیون ها آبشخور رو تسخیر کردید، اشغال کردید به ناحق و به ناروا، همیشه مردم بی خبر این واقعیت خواهند موند. به راستی مردم ایران مخصوصا هموطنان گرامی در خارج از میهن به ریش شما میخندن و میدونن که شما هیچی تو چندتتون نیست، نه از دانش و نه از خرد، نه از دلاوری، نه از راستی، نه از سربلندی، نه از نیکی، و تنها یک کاری تونستید بکنید و اون این که اعتماد مردم رو از مبارزه سلب کنید. این رو من خاک میرزم روی شست شما. موفق شدید. موفق شدید که ندارید صدای مبارزان راستین به گوش کسی برسید. من تا اینجا به شما اعتبار میدم و بیش از این هم راستی چیز دیگری ندارید که بخواهید بهش ببالید. برمیگردیم سر آقای اسکندر. روزی که این گجستک وارد تخت جمشید شد، تخت جمشید رو اینا با هیزم و در واقع پارچه آلوده به روغن پر کردن و کبریت رو زدن و رفتن بالای کوه ایستادن آقای اسکندر و تا صبح تماشا می کردن آتش تخت جمشید رو. در جاهای البته یونانی ها به خاطر ننگی که گردنشون رو گرفت این مسئله، گفتن که اشتباهی آتش گرفته، اشتباهی اسکندر به دنیا اومد، اشتباهی راه مبارزه بانیکی رو انتخاب کردی، اشتباهی به ایران اومدی، باید توی همون لجنزار خودتون با همون عرفتو با هم به قول معروف فلاسفه منحرفتون میموندید
و اون نی رو همون جا به قول معروف تو همون اکادمی ننگین خودتون دفن میکردید و پاتون رو به سرزمین ایران نمیذاشتید. و امروز من رو با این مشکل روبرو نکنید، نمی کردید که من بنشینم و از آقای مثلا اثر کاظمی سخن بگم که مدعی میشن که قوم آریایی نیست، مدعی میشن که با آخوند کار نداشته باشید. آخوند مدعی چه میگن؟ قربانی اسلام. ما چشممون درستی روشن میشه به این مطالب.